امروز هم بسیاری بر این اعتقادن که راه حل مسئله فلسطین گفتمان است و سیاسیه. کسی که این گمانه داره او بسیار در اشتباه، سخت اشتباه، بلکه در گمراهی آشکاره. برای اینکه طرف حساب که حکومت اسرائیل است، صهیونیست هستند، اونها نه آل منطقن و نه آل گفتمانن و آل سیاست هم نیستن، با قلدری اشغال کردن و با قلدری خانه های مسلمانان فلسطین و ایران میکنن و جواب اعتراض فلسطین را دندان شکم میدهن، حرفشون حاضر نیستن گوش بکنن. راه دولت اسرائیل، حکومت اسرائیل، راه صهیونیستا، راه نه منطقه نه راه سیاست هست، بلکه راه زوره. تنها و تنها کسانی که معتقدن جامعه جهانی وارد صحنه بشه و قدرت حل بکنن، غلط در بعد اینا در آشکاری غلطی، یه سیاسی اشتباه، یه سیاسی آشکاران، راه سیاسی هم اینا حل نمی کن، اگر حل می کردن تا حالا حل می کردن. راه فلسطین، آزادی فلسطین تنها جهاد مقدس هست. جهاد می توانه کمر اسرائیل بشکنه و فلسطین آزاد بکنه. کسی که منطق نداره، کسی که گفتمان نداره، کسی که سیاست نداره راه سیاست حلش، جهاد برای همین انسان هست. و جهاد می توانه که اسرائیل به زانو در آوره جهاد اسلامی. و عزیزان من، بنده متهم نکنه کسی بنده را که با تروریسم شدیدن مخالفم و خشونت تا ملامت میکنم، مگر در مقابله که منطقش خشونته، منطق زوره، منطق تکبره و خودش منطق تروریسم داره، لحاظا با او باید با قدرت برخورد کرد. جهاد میتوانه اسرائیل شکست بده و از سرزمینه اشغالی خارج بکنه. اینا بیش از 60 سال شاید که این سرزمین اشغال کردند و فلسطینی ها را میکشند و خانهایشون را ویران میکنند و شارکا یهودی نشین در سرزمین فلسطین میسازند. این اراده خروج اصلا ندارند. کسی که خیال بکنه که اسرائیل خارج میشه، او یا مکاره یا نادانه. اسرائیل نمیخواهد سرزمین فلسطین، مگر جهاد او را خارج بکنه. جهاد در افغانستان هنگامی که شوروی اشغال کرد و کمونیستا اشغال کردن، تنها راه رهایی جهاد بود که شوروی را زد جهاد، و نه تنها در افغانستان زد، بلکه شوروی سابقه در خود شوروی زد. جهاد به هر قدرتی که انجام بگیره او ضربه میخوره و او ضربهش سالم هم نمیشه و او متلاشی میکنه او را. جهاد در افغانستان قدرت شوروی سابق را شکست داد و تارمار کرد و به فروپاشی انجامید و کمونیستا در صحنه‌های بین المللی شکست خوردن که برای دنیا خطری بودن و قدرتی بودن. ارتش سرخ برای همیشه بینیش به خاک مالیده شد و هر جا جهاد آمده طرف زده و ناکام کرده است. و همینطور امریکایی هم با اشغالگری در افغانستان و اشغالگری در عراق ضربه خوردن و معتقده که درد از سر امریکایی برطرف نمیشه و درد میمونه تا اینها را به ناکامی می انجامی و اینها را شکست میده. حالا توی صحنه‌های بین المللی امریکایی ها جرأت ندارن در هیچ یک از کشورهای اسلامی مداخله نظامی بکنن. چرا الان موندند که چه کار بکنن توی کارهایشون؟ الان دیگه این که امریکا وارد نظامی پیاده بکنه در یک کشور، مخصوصا کشور اسلامی باشه، انگیزه جهاد داشته باشه، نمیتوانن. اسرائیل تنها میتونه جهاد حکومت اسرائیل شکست بده و ضربه وارد بکنه، مانند همین که
میگن عقرب و گژدم وقتی اژدها را از دم لیش بزنه تمام بدن او را متلاشی و مسموم میکنه. اژدها به او بزرگی متلاشی میشه. ولهذا این جهاده که میتونه شر اسرائیل کوتاه بکنه، دیگه هیچ راهی وجود نداره. و تعالی اگر راهی وجود داشته بود تعالی این انجام میگرفت.